مواد مخدر پدیده ای شومی که سالانه جان میلیون ها تن از افغانان را می گیرد. اما طرف دیگر قضیه نهادهایی هستند که در صدد از بین بردن مواد مخدر و در صدد گرفتاری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر نیز هستند. یکی از این مراکز مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر است. در برنامه امشب آقای خالد موحد رئیس مطبوعات و سخنگوی این مرکز را با خود داریم که شما به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای موحد بسیار زیاد خوش آمدید. بخیر باشید. من عرض سلام در خدمت شما تمام بینندگان محترم دارم. بسیار زیاد تشکر. آقای موحد چی نیازمندی وجود داشت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات تأسیس شد؟ تقریباً کدام سال بود و در کدام راستا بیشتر فعالیت میکنم؟ بسیار خوب، من از بخش دوم سوال دارم شروع میکنم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1384 خورشیدی به اساس تفاهمنامه مشترک بین اداره محترم وزارت امور داخله، وزارت محترم عدلیه، استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، اداره لوی سرمای جمهوری اسلامی افغانستان در هماهنگی و همکاری با سفارت های امریکا و بریتانیا در افغانستان اساس گذاشته شد و این مرکز مطابق با ماده 16 و 17 قانون مبارزه علیه مستقبات مواد مخدر صلاحیت رسیدگی و قضایایی داره که از اقل موادش بیش از 1 کیلوگرم هیروئین، بیش از 1 کیلوگرم مورفین، بیش از 5 لیتر مواد پیش ساخت یا پریکر سرایه که در ترکیب ایروین استفاده میشه و 10 گرم، بیش از 10 گرم تابلیت های روان گردان یا مواد سنتتیک و می ترتیب بیش از 50 کیلوگرم چرس، 200 لیتر مشروبات الکلی و یا هم افراد اشخاصی که در روند کشت، قاچاق، تولید مواد مخدر اینا مؤثر واقع میشن و هم دهقینی که بیش از 50 جریب زمین بیشتر کشت کنند به این قضایا رسیدگی میکنه از سراسر کشور. و این مرکز متشکل از بخش مستنطقین پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر، محاکم محترم ابتدای استیناف و بخش توقیف خانه خاص می باشه که زیر یک چتر در هماهنگی تمام فعالیت دارد. بسیار خوب، چی دلیل وجود داشته که مشخص شده که مقدار مواد مخدر و یا امو یک معیار تعیین شده که شما به ورسته ای که و از مقداری که یعنی در قانون پیش بینی شده باشه مقدار کم شد شما رسیدگی نمی‌کنید؟ به اساس ماده 7 قانون اساسی کشور به می ترتیب با این تربیعیم استراتژی مبارزه، استراتژی ملی مبارزه و کنترل مواد مخدر و لزوم دید اجتماعی که نیاز است، این مرکز به تاریخ که یادآور شدن تأسیس شده و این صلاحیت های قضایی خاص داره و می و تا حال خوشبختانه تانسته که در ده یرسه دستاورده چشمگیر هم داشته باشه و که دا اندازه کافی در از بین بردن یا انحلال شبکه های قاچاق مواد مخدر که بسطح بلند فعالیت میکنن محسوس بوده. بسیار خوب، سالهای قبل طور برداشت میشد که افغانستان تنها تولید کننده مواد مخدر است و صادر کننده هست، اما در این وقت دیده میشه که تعداد معتادین در داخل افغانستان حتی در داخل شهر کابل در مرکز شهر رو به افزایش یافته. شما بچقدر قضایا نزد شما به ثبت رسیده و چی اجراءات صورت گرفته؟ در اصل مشکل مواد مخدر یا پدیده مواد مخدر یک چالش جهانی است، یک چالش نیست که تنها افغانستان اصل من بیش باشه. متاسفانه افغانستان مانند تروریسم از جمله قربانی های بحث مواد مخدر است و یک چالش جهانی است و در قدم نخست نیاز به مبارزه جهانی و تعهد به سطح منطقه و جهان است تا پیدا از بین برداشته شود و در قدم دوم باید یادآور شوم که مطابق به استراتژی ملی کنترل مواد مخدر افغانستان ادارات مختلف در اینجا مکلف دانسته شدن که در عرصه فعالیت دارن، که از او جمع میتونم بگویم که وزارت محترم ارشاد عجل اوقاف، وزارت محترم زراعت، وزارت محترم معارف، تحصیلات عالی مسلکی، احیا و انکشاف دهات از جمله ادارات هستند که در پولوی در کنار بنیاد مبارزه علیه مواد مخدر
وزارت امور داخله و مرکز عدلی و قضایی اینا هم در این عرصه فعالیت های دارن، مطابق قانون مکلف هستن که اجرات در این عرصه داشته باشند. و در کل بحث ایتیاد دقیقا اکثرا سروی هایی که انجام شده بیشترین معتادین یا استفاده کننده مواد مخدر بیشترینشان افراد اشخاص هستند که در بیرون از کشور اینا به کارهای شاق اینا مصروف بودن و متاسفانه از طرف هم مالکین یا بگویم صاحب کار از اینا به طور ازی که بتوان بهتر بهره کشی از اینا کنن اینا به طور خدابه یا ناخدابه دچار ازی پرابلم جدی که ایتیاد هست شدن. بسیار خوب. در اگر مشخصا سر فعالیت های امسال تان صحبت کنیم که چند قضیه داشتین و نتیجه بررسی یا نتیجه قضایا به کجا رسیده؟ قسمی که یادآور شدم در مرکز عدلی و قضایی مطابق مادای 16 و مبدأ صلاحیت رسیدگی به قضایا مشخصه دارم. از شروع سال روانه یعنی از 1398 میلادی ببخشید از سال 1398 خورشیدی از ماه عملش تا به ختم ماه میزان به طور مجموعی 710 قضیه به مظنونیت 854 نفر از سراسر کشور مرکز عدلی و قضایی غرض تعقیب عدلی و قضایی راجع شده که تمام از این قضایا در پرتو روشنایی قانون بعد از تحقیقات ابتدایی در فاصله 72 ساعت در بخش پلیس مستنطقین پلیس مرکز و میترتیب بعدا تحقیقات ژرفتر یا با جزئیاتتر در بخش سارنولی مرکز و به می ترتیب اینا به محاکم راجع شدن. و خوشبختانه باید تداور شدم که در مرکز عدلی و قضایی زمان که از مزنونین در مرحله مزنونیت استنتاق میشه و تحقیق میشه بعدا تا مرحله اتهام نه هیچ نوع زور و فشار وجود نداره، بلکه در قدم نخست از طرف مستنطقین پلیس ما زمانی که اینا با دوستیشان در مرکز راجع میشن حقوقشان برشان توضیح داده میشه که خودت به چی دلیل اینجا آمدی و اتهام علیه خودت چی است و خودت حق داری که وکیل مدافع داشته باشی، سکوت کنی یا از حق خودت دفاع کنی. و می ترتیب ای که در صورت که نیاز باشه ما صورت ترجمان افراد اشخاص که به لسان ملی بلدیت ندارن صورت ترجمان و کلای مدافع هم در مرکز عدلی و قضایی موجود است که یعنی در کل ای افراد اشخاص در پرتو روشنایی قانون طی محاکم علنی و عادلانه در حضور داشته و کلای مدافعشان در مراحل ابتدایی و استیناف در قسمت نزدار حکم صورت میگیره. و نظر به سالهای گذشته این قضایا افزایش نشون میده یا کاهش پیدا کرده؟ بدون شک اگر نظر به سالهای گذشته ببینیم گراف گرفتاری ها و سطح قضایایی که به مرکز عدلی و قضایی راجع شده سیر صعودی داشتن و میشه که من یادآور شدم که در سال 1397 خورشیدی ما به طور مجموعی در کل سال 110 قضیه داشتیم که مزدونیشان 1135 تن میشد، اما حالا که در نیمه سال قرار داریم ارقام را که ما داریم تقریبا حدود چیز کم تقریبا به نزدیک هستیم به ارقام کل سال که ما سال گذشته داشتیم. بسیار خوب. یعنی که گرفتاری ها و فعالیت ها بیشتر شده و ای که جرایم مربوط به مواد مخدر بیشتر شده. خب در کل یک تناسب بین هر دوی از اینا موجود است. قسمت می یادآور شدم مشکل مواد مخدر یک مشکل است که تنها مربوط به افغانستان یا مزلی داخل کشوری افغانستان نیست. فعالیت های پلیس و ارگان های کشفی بدون شک دیرزه محسوس است و علاوه از اینکه تعداد قضایا یا بازداشت شبکه های جرمی یا مجرمین بخش مواد مخدر افزایش یافته، در کیفیت قضایا هم تغییرات چشمگیر آمده. بسیار خوب. و از جمله 710 قضیه که شما در 6 ماه نخست امسال داشتین، این قضایا شامل کدام موارد بودن؟ از نگاه مقدار مواد مخدر، از نگاه اهمیت قاچاقبرا که در قاچاقبرای سطح بزرگ بودن یا سطح پایین بودن؟ در کل میشه که دو کتگوری رو بحث کنیم. یکی که تمام قضایا مطابق با ماده 16 هم دوام بوده بس استثنای قضای میدان اویی که صلاحیت ویژه
بر بررسی ازی به اساس پیشنهاد سارنولی مرکز عدلی و قضایی و تاییدی مقام لوی سارنولی و ستر محکمه که از قضای میدان وی بین ملی متکرزه بدون در نظر داشت ازی و از نشان به اینجا بررسی میشه و از لحاظ مواد هم قضای بسیار بزرگ در اینجا بررسی شده و از لحاظ افراد و اشخاص که تایی سالهای گذشته تحقیق بودن و خوشبختانه امسال در یرس هم دستاورده چشمگیری داره که از او جمله میشه که من چند قضیه را دوار شوم که افراد اشخاص بودن که از سالهای بیش از 4 سال و یا تا از سال 1394 و 93 اینا کسایی بودن در رأس شبکه های قاچاق مواد مخدر قرار داشتن که خوشبختانه اخیرا توسط ارگان های کشفی امنیتی کشور به ویژه پلیس بازار مواد مخدر اینا بازداشت شدن و غرض تعقیب عدلی و قضایی مرکز سارس. مثلا پیش از اینکه این افراد سر صحبت کنیم میخوایم بفهمم که در 710 قضیه به صورت مجموعی چند تن مجرم شناخته شدن، ممکن تعداد افراد نظر از فرق بود؟ دقیق در پیوان به 710 قضیه باید یادآور شدم که 854 نفر ما مظنون یا متهم در پیوان به قضیه مرکز عالی شده که این شامل ادبای داخلی، ادبای خارجی، مزدفین خدمات عامه هم از ذکور هم از اوناس و افراد عادی می باشد. بسیار زیاد تشکر. بیننده عزیز، به میان برنامه کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم. بینند عزیز، دوباره خوش آمدید. آقای خالد موحد، رئیس مطبوعات و سخنگوی مرکز عدلی و عظیم مبارزه با مواد مخدر و مسکرات را با خود داریم. آقای موحد، شما از چند قضیه مهمه که دستاورد بزرگ این مرکزتان به حساب شمار میرفت یادآوری کردین، میشه جزئیات شب با ما شریک بسازین که اینا کیها بودن و به چه اتهام بازداشت شدن؟ دقیق مشخصا میخوایم درباره دو قضیه اخیره که یادآور شدم که از جمله قضایایی بود که میشه که به دلیل از اینکه از چند سال به این طرف اینا منعیس کسی که شبکه را مکمل مدیریت میکردن تحت تعقیب ارگان های کشفی قرار داشتن. از یادآور شدم اخیرا یکی از قضایا که از سال 1393 اینا تحت کشف بخش پلیس مواد مخدر بودن و این فرد متهم به این هستن که علاوه از اینکه گروپ مسئله غیر قانونی یا غیر مسئول در ولسوالی کشون بدخشان دارن و متهم به قاچاق چندین مورد قاچاق تریاک و ایروین می باشه که مقدار ایروینش در یک مرتبه حدود 7 کیلو ایروین بود به میتردید بیش از من اتهامات علیهشان موجود است که اینا بیش از 404 کیلوگرم در قضای تنوع مواد نو تریاک در قضای داخل بودن و چندین گرفتاری که توسط پلیس و بازرگانی مواد مخدر در زون شمال کشور انجام شده بود اینا مواد مربوط به اینا بودن که اینا از سال 1393 تحت کار ارگان های کشفی امنیتی قرار داشتن و خوشبختانه تا جریان سال روان در سایه چشمه دوغ کابل اینا بازداشت میشن و تا محکمه علنی از جانب محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی اینا به 20 سال زندان محکوم شدن. و به ترتیب قضیه دیگری که میخوایم یادآور شما مربوط به یکی از شبکه های پخش و فروش و استخدام یک فروشنده عرصه کننده مواد مخدر مربوط به زون جنوب غرب شهر کابل میشه که اینا در سایه غرب کابل مشخصا در سایه پل سوخته، در سایه دارلمان و ساعت غربی فعالیت داشتن که اینا علاوه از اینکه پخش و نشر مواد مخدر داشتن، افراد اشخاص به خاطر توزیع مواد مخدر در بین معتادین هم اینا به نوع استخدام میکردن که خوشبختانه اینا هم بعد از گرفتاری 14 تن از افرادشان که در از سال 1394 شروع شده بود که افراد از اینا هم با مواد
دستگیر می شدن و بعدا اینا تحت کشف قرار گرفته بودن. خوشبختانه اخیرا اینا هم با 3 تن از همدستایشان که در ارگان های کشفی امنیتی اینا تتبعانی با اینا بودن توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بازداشت شدن و از تای محکمه علنی علاوه از اینکه اینا در جریان تحقیق و اتهامات که بودن علیهشان او را پذیرفتن، یعنی به جرم خود اعتراف کردن و تای جلسه علنی در حضور داشت وکلای مدافعشان برای شخصی که در رأس شبکه قرار داشت و مدت 29 سال 3 ماه حبس و برای 3 تن از همدستای از اینا بیشتر از 7 سال قید اصدار حکم شد و اینا در حال حاضر به مرحله استیناف خواهی هستند که دوستشون تحت کار است. و مانند از این ما در گذشته هم قضای بسیار کلان را داشتیم که چندین شبکه پخش و نشر انتقال هم به نقل مواد مخدر از میدان اوی بین ملی مدکرزای که اینا بیشتر به دیلی انتقال می دادن در داخل کابل و بیرون از کشور اینا بازداشت شدن و شبکه از بین رفت. به می ترتیب افراد اشخاص دیگه داشتن که برای تو به جنرال بودن در ولایات فعالیت داشتن به سطح قماندان امنیه، به سطح قماندان امنی ولسوالی، به سطح ولایت قماندان زون سرحدی ولسوالا و افراد اشخاص دیگه ای که در داخل در سرحدات هوایی زمینی اینا در تبانی با اونا بودن از طرف ارگان های کشفی امنیتی بازداشت و مطابق قانون در قسمتشون تصمیم گیری شده و فعلا ما در قید هستن و هم ازاد خواست سپری میکنن. بسیار خوب. در باره کسانی که متهم هستن یا بازداشت میشن چقدر اطمینان وجود داره که مجازات را که قانون پیش بینی میکنه برشان به شکل عادلانه بالشان تطبیق میشن و شوه؟ آیا خب در کل مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر قضایی را که زمانی که در مرکز گرفتار میشه توسط ارگان کشفی یا توسط ارگان کشفی منظورم علاوه از پلیس مواد مخدر، پلیس امنی، پلیس جنایی، امنیت ملی، موظفین محترم اردوی ملی، منصوبین اردوی ملی، کارمندان گمرکات، اینا زمانی که به قضای مواد مخدر سر میخورن در مرکز یا ولایات، در مرکز باید در فاصله 24 ساعت در مرکز عدلی و قضایی راجع به قضیه را با مواد مزنون دوسیشان و در ولایت از ولایت تا به کابل تو 2 هفته مطابق قانون یا باید مواد راجع به سازنده با مزنون در مرکز حاضر بسازن و یا افراد اشخاص که گرفتار میشن مرکز عدلی و قضایی از شروع تحقیق تا به مرحله فرجام خواهی یا محکمه نهایی که دوسیه قطعیت حاصل میکنه 30 سال هستن. بعد اینا مطابق قانون به زندان هستن، به زندان ها به سر میدارن که مسئولیت زندان ها یا محابس در گذشته مربوط به وزارت محترم عدلیه و در حال حاضر مربوط به وزارت داخله میشه که بیشتر مسئولیت نگهداری مربوط از اونا میشه که اونا عبسل سپری کرده دوباره پس از تایی مرایل هستن در مرکز عدلی و قضایی دوباره آزاد میشن. یعنی اطمینان خاطر کامل وجود داره که در مرکز عدلی و قضایی بالا هیچ بیگناهی ظلم نمیشه و هیچ گناهکارم بدون مزادی که قانون برشون پیش بینی کرده رها شده نمیدونه. یعنی در اجرات مرکز از یک شفافیت کاملا ما میخوایم میره با صراحت کلام بگویم که مرکز عدلی و قضایی نهاد نمونه به سطح منطقه و کشور است که خوشبختانه به اساس فعالیت های خوبه که مرکز عدلی و قضایی داشته از زمان تاسیس تا بالا در زمان حکومت وحدت ملی هم یک نمونه گیری شد، یک مدل برای مبارزه با فساد اداری هم به اساس فعالیت ها و اجراءات از اینا برای مبارزه با فساد اداری هم به اساس تشکیلات از این شکل گرفته که اونا هم اجراءات عالی در سطح بالا دارن. بسیار خوب. یکی از بخش های مهم و کلیدی شهر کابل نه تنها بلکه تمام افغانستان میدان بین المللی کابل است که مسافرین مستقیما به قصد اروپا و سایر کشورها سفر میکنند و گزارش های میرسه که هم قضایای بسیار زیاد از اینجا به شما رسیده باشند. دقیق. چی گونه بوده؟ چی قضایای از اینجا رسیده و چقدر پلیسی که در میدان هوایی در امر مبارزه با مواد مخدر کار میکنه چقدر فعالیت داشتن؟ خب مشخصا میخواییم تازه ترین معلومات به دسترستان بانم که در جریان ماه عقرب به تعداد 22 تن به شمول یک خانم
اینا قصد عمل مواد مخدره با استفاده از شیوه آغشته سازی، جاسازی در لباس ها، جاسازی در داخل بدن، جاسازی در وسایل بهداشتی و یا هم مواد انرژی درینک، ساده تر بگیم انرژیزا، میخواستم که به کشور هندوستان، به شهر دیلی و یا هم به دوبای و عربستان سعودی انتقال کنند که خوشبختانه توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و سرانوال معذف مرکز عدلی و قضایی در میدان اوینا شناسایی میشن و دوستشون مرکز عدلی و قضایی راجع میشن. قضایی که بیشتر از میدان راجع میشه به داده شما که بیشتر قاچاق اکثریتشان از نوع هیروین و شیشه هستند که اینا با استفاده از شیوهای مختلف جاسوسی میخوان عمل نقل کنند که خوشبختانه پلیس با تجربه و سرانوال معذف با تجربه یک از چند سال اینجا فعالیت میکنن یارا شناسایی که تا بال چندین مورد گرفتن و حتی زمانی که با مظنونین مطابق ماده 61 صحبت شده و برایشان رفعت پیشنهاد شده اونا هم تا جای معلوم بوده که قربانی همی اهداف شوم قاچاق برا بوده، بیشترین شبکه های از اینا که در داخل کشور فعالیت دارن و داخل کابل از اون منبعی که اینا را تحریک یا وامی داره که شما ببلین یا در پاکستان جاسوسی کنین یا آغشته سازی کنین، اما کاملا شبکه در جریان تحقیق از بین رفته و اینا گرفتار شده. بسیار خوب، از بررسی های شما چی بودن نشان میده؟ بیشترین موادی که به کابل می و یا از کابل می خواهند قاچاق را به بیرون از افغانستان، از کدام ولایت افغانستان میای یا در کدام جاها تولید میشه بیشتر؟ خب قضایای مختلف است. در گذشته سالهای قبل اکثرا از ولایت هرات پروازهایی که ما داشتیم از هرات مزنونین بطنی داشتیم که اینا قضایی داشتیم که افراد در بطن خود جاسازی کرده بودن مواد حدود 1 کیلوگرم هیروین جاسازی میکردن و به می ترتیب از داخل شهر کابل جوان را داشتیم، هم از زکور هم از اوناس که اینا بنابر هر عنوانه که بوده فریب قاچاق برای خورده بودن، میخواستم که به دیلی کشور هندوستان و یا هم عربستان سعودی را انتقال بدن که اکثریت قاطعی از اینا نوع مواد تحت نام ایروین و شیشه است. بسیار خوب، و از دروازه سرحدی از مرز زمینی چی قضایی به شما میرسه؟ شاید وقت در میدان اوایی چنین وضعیت باشد، طبعا مثلا بدون انسان شک و جالب بدون تر شک باشد. بدون شک قصد میاد آور شدم قاچاق مواد مخدر یا بحث مواد مخدر از جمله چند ویژگی خاص خود داره. یکی جهانی بودنش است که شبکه های جرمی به صدد بین المللی فعالیت دارند، دوم بحث جرایم پولشویی است، جمع خشونت، بحث خشونت بار بودن قاچاق مواد مخدر است، یعنی که گروپ های مسلح غیر مسئول دسترس دارند و این مشخص نیست که باید که از کدام کشور باشه یا چی کسی باشه. ما یادآور شدم که ما ادبای خارجی هم داشتیم که در قاچاق مواد مخدر هم از زکور هم از اوناس داخل بودن و بدون شک ما در ساعات سرحدی زیادترین پریکرسرها یا مواد پیش ساخت از سرحد غربی کشور که وارد افغانستان شده و که قیمتشان بیشتر از $30 میلیون $40 میلیون می شده داشتیم. معمولا مواد مخدره به می ترتیب بیشترین مواد را که از سرحد نو تریاک یا ایروینی که میخواستن بیرون یا شیشه که بیرون از کشور انتقال شوند توسط پلیس و موظفین کشفی امنیتی به ویژه پلیس بازه مواد مخدر شناسایی شده و ضربات بسیار بزرگ و جبران ناپذیر بر شبکه‌های جرمی وارد کرده. بسیار تشکر آقای ماهد، میخوایم پیام شما را برای آن جوانانی که میخوان مواد مخدر قاچاق بکنند و یا میخوان که مواد مخدر در بازار در سطح شهر کابل و سایر شهرها ترویج کنند و توضیح بکنند چی هست؟ در کل ما منعیس در قدم نخست منعیس یک مسلمان و بعد منعیس یک افغان و منعیس یک شهروند کشور باید ایره بفهمیم که پخش و نشر و حمل نقل مواد مخدر کشنده تر از افراد است که انتحار میکنن و یا در خدمت افراد انتحاری هستن و کمک میکنن که در انتحار عمل انتحاری انجام بده. بنابراین من خواهشم است تمام جوان ها علاوه از این که می خواهیم که از استفاده ارنا مواد مخدر چی مشروبات الکلی است چی است
چرس، دریا، گیروین یا هم تابلیت های روانگردان که اخیرا بسیار رایج شده، از استفاده از جلوگیری کنند، بلکه به خاطر آینده خودشان، اعضای فامیلشان و داشتن یک جامعه سالم و عاری از جرایم، حتی در محیط ماحول منطقه، چی محیط که زیست میکنن، چی محیط درسی یا کاریشان است، از فعالیت افراد که پخش و نشر میکنن جلوگیری کنن خودشان، و در صورت که توان خودشان نیز بارگانهای کشف امنیتی اطلاع رسانی کنن که تا از بتانیم از این فعالیت ها جلوگیری کنیم. به دلیل از اینکه استفاده و پخش و نشر مواد مخدر کشنده تر از تروریسم است. بسیار تشکر. خیر باشه، لطفا. بیننده عزیز، جان سپاس که تا اید ممرای ما بودین. فراموش نکنین که قاچاقبران مواد مخدر و توزیع کنندگان مواد مخدر از هیچگاه از دید پلیس مبارزه با مواد مخدر در امان نخواهد بود. تا برنامه بعدی، خدا حافظتان.